سلام، دانشجو یعنی نبض اعتراض و تغییر، دانشجو یعنی صدای آزادی خواهی هر جامعه، دانشجو یعنی حس شیرین مسئولیت پذیری و برخواستن. اینا رو همه شما دوستان دانشجو میدونید و براتون معنا داره. پس شما مخاطبان واقعی دانشجو هستید. با هم برنامه امروز دانشجو رو شروع کنید. فرصت‌های اعتراض تصویری از اراده دانشجو برای تسلیم نشدن هستند. تسلیم نشدن به زور و اجبار و محدودیت. زور و اجبار مزدورهای حکومتی و استبداد از یک طرف و انواع و اقسام محدودیت‌های صنفی و آموزشی از طرف دیگه. این هفته هم دانشجوهای دانشگاه‌های مختلف دستن در کار ساختن همین فرصت‌های اعتراض بودن. دانشجوهای دانشکده فنی شمسی‌پور تهران در اعتراض به انتقال ساختمان این دانشکده برای دومین بار جلوی وزارت علوم رژیم تجمع برگزار کردند. دانشجوهای دانشگاه سماع اردبیل هم به خاطر کمبود وسایل و امکانات آموزشی تو محوطه دانشگاه جمع شدند و اعتراض کردند. اما بشنویم از دانشجوهای تفرش. یه عده مزدور بسیجی با بلندگو شروع کردند به معرکه گرفتن تو دانشگاه و دانشجوها را تهدید به محرومیت از تحصیل کردند. دانشجوها هم در مقابل اونها رو هو کردند و همه با هم شعار دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد سر دادند. بچه‌ها دمتون گرم که آماده شکار فرصت‌ها هستید. بله، دانشجوی واقعی همینه. کسی با عربده کشی و تهدید 4 تا بسیجی وارفته میدون رو خالی نمی‌کنه. دانشجوهای شیرازی هم که هفته گذشته وقتی 140 تا از همکلاسی‌هاشون به خاطر قضای سلف دچار مسمومیت شدن، در اعتراض به این وضعیت اسفبار دانشگاه و بی‌توجهی کارگزاران رژیم تو دانشگاه تجمع کردن. رفقای با غیرت دانشجو، همه شمایی که تو هر صحنه اعتراضی حضور داشتید، جمیعاً دست مریزاد. آیا می دانستید آن دختری که سنگ قبر می شوید و او را هر پنجشنبه در بهشت زهرا می بینید دانشجوی شهرستانی است؟ آیا می دانستید دختری که در یکی از انشابات پارک وی گل می فروشد دانشجوی مواد یکی از دانشگاه های معتبر تهران است و یک پایش دانشگاه و یک پایش خوابگاه و یک پایش خیابان است؟ می پرسید چرا؟ مگر نمی دانید که زندگی خرج دارد؟ دانشگاه خرج دارد، مخصوصاً که دختر باشی، شهرستانی هم باشی، خانواده مرفه هم نداشته باشی و بخواهی سالم زندگی کنی. هم دانشگاهی هایی رو می شناسم که خیلی کارها می کنند تا روزهایشان شب شود. نمونهش همین زهرا. سال دوم کارشناسی است، مدام نیازمندی های همشهری را ورق می زند و کاری درخور و متناسب با ساعت کلاس هایش پیدا نمی کند که هم وقتش خوب باشد هم پولش. یکی همه جوره خوب است جز اینکه راهش دور است. کارش چیست؟ خدمات منزل یا همان کلفتی؟ دیگر چه کارهایی را میتوان نام برد؟ از تراک پخش کنی، فروشندگی در مغازه و مترو، خدمتکار رستوران ها و در خفا کافی شاپ ها که اگر بفهمند حسابت با کرامل کاتبین است. دست فروشی، امتحان دادن به جای دیگران، خیاطی، نگهداری شیفتی چند نفره از سالمندان، تزریقات و غیره. به لطف دستگاه حکومت، تحصیل رایگان چیزی است که در اینجا یافت می نشود و دختران دانشجو تنها گروهی از قربانیان آن. این هم یکی از هزاران میراث ننگ‌آلود نظام حاکم. هفته گذشته 82 سالگرد تأسیس دانشگاه تهران بود. به همین مناسبت می‌خوایم فلش‌بکی به گذشته داشته باشیم و ببینیم توی این 80 سال چه ها بر دانشگاه تهران گذشته
و سنگرنشینان این سنگر آزادی چه کارها کردند؟ در پاییز سال 1328 در بحبوحه ملی شدن صنعت نفت، دانشجوهای مبارز دانشگاه تهران با تشکیل جبهه دانشجویان ملی و آزادیخواه حمایت خودشون رو از جنبش ملی و ضد استبدادی مردم ایران یعنی دکتر مصدق اعلام کردند. بعد هم در قیام 30 تیر تا آخرین نفس با شعار از جان خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم، یا مرگ یا مصدق ایستادند. اما 16 آذر سال 32 یک سرفصل بود، اولین جرقه خشم دانشجویان آگاه و مبارز ایران زمین، تظاهراتی بزرگ علیه دیکتاتوری که تازه با یک کودتای سیاه حاکمیت خودش رو تحکیم کرده بود. طی اون تظاهرات 3 دانشجوی قهرمان دانشکده فنی دانشگاه تهران به نامهای بزرگ نیا، قندچی و شریعت رضوی به شهادت رسیدند. سه قطره خونی که چکید، اما سیلابی از خیزش رو تا به امروز به جریان انداخت. روز دانشجو متولد شد. حرکت‌های اعتراضی دانشجویی در دانشگاه تهران علیه رژیم شاه شروع شد. 4 اسفند 1339 تظاهرات علیه دکتر اقبال، شریف امامی و انتخابات مجلس شورای ملی. اول بهمن 1340 تظاهرات اعتراضی شدید و اعتصاب قضای دانشجوها که تعطیلی دانشگاه را به دنبال داشت. 23 دی ماه 1341 انتشار اعلامیه شورای مرکزی نهضت آزادی که از روشنفکرترین و برجسته‌ترین دانشجوهای اون دوران از جمله محمد حنیف نژاد تشکیل شد و افشای توطئه انقلاب سفید شاه. 15 خرداد 1342 پیوستن گروه‌های مختلف از دانشجویان دانشگاه تهران و کوی دانشگاه به قیام با شعار اصلاحات آری، دیکتاتوری نه. 16 آذر سال 1346 دانشجوها روز دانشجو رو با بزرگداشت شهادت جهان پهلوان تختی همزمان برگزار کردند. همچنین اعتراض گسترده دانشجوهای دانشگاه تهران در سال 47 نسبت به گرون شدن قیمت بلیت اتوبوس شاه رو به عقب نشینی وادار کرد. با شروع دهه 50 دانشگاه‌ها به مراکز پشتیبانی همه جانبه از نبرد مسلحانه علیه دیکتاتوری تبدیل شدند. دانشگاه‌ها محل انتشار اطلاعیه‌های سازمان‌های پیشتاز فدایان و مجاهدین شد. برخی از دانشجوها هم مخفیانه با این سازمان‌ها ارتباط گرفته بودند و راه کارها و راهنمودهای اونها رو به کار می‌گرفتند. عده‌ای هم خودشون مخفیانه تشکل‌های کوچکی رو تشکیل می‌دادند. سال 51 و 52 دانشجوهای دانشگاه تهران عزاداری عاشورا رو به تظاهرات با شعار مرگ بر شاه تبدیل کردند. همچنین در سال 53 برای اولین بار پس از سالها دانشجویان تظاهرات خیابانی علیه دیکتاتوری سلطنتی به راه انداختند. شعار درود بر فدایی، سلام بر مجاهد و مرگ بر این حکومت فاشیستی تهران رو زیر پای شاه و ساواکش لرزوند. تون سالها دانشجوها به عنوان پشتیبان پیشتاز و با الهام از نبرد مسلحانه که تابوی قدر قدرتی شاه رو در هم شکسته بود، صدای پیشتاز رو در اعماق جامعه تنین انداز کردند. به این ترتیب دانشگاه که خودش زادگاه رهبران جنبش مسلحانه بود به سنگر آزادی تبدیل شد. در دوران قیام علیه دیکتاتوری سلطنتی باز هم دانشجویان در امتداد سازمان‌های پیشتاز جلودار تظاهرات بودند. حتی روز 22 بهمن هم ستاد اصلی سازماندهی و هدایت جنگ مسلحانه‌ای که به ساقط شدن تمام عیار دیکتاتوری منجر شد دانشگاه تهران بود. سلاح‌ها به دانشگاه منتقل می‌شد و در مسجد دانشگاه متمرکز و دسته‌بندی و آماده می‌شد و در میان تیم‌های مختلف جنگجویان توزیع می‌شد. بعد از سرنگون شدن حاکمیت شاه نیز در روز 22 بهمن بلافاصله ستادهای فدائیان و مجاهدین در دانشگاه تهران برپا شد. وقتی خمینی انقلاب رو دزدید و جامعه رو با ارتجاع و چماقداری به سلطه خودش درآورد، دانشگاه همچنان سنگر آزادی بود. مثل سرزمین دست نیافته‌ای برای خمینی و عواملش در اختیار هواداران مجاهدین قرار داشت. تا اینکه خمینی دجال که کینه عمیقی از دانشگاه داشت با کودتای سرکوبگرانه معروف به انقلاب فرهنگی دانشگاه رو بست و در ادامه با نسل کشی در بین دانشجوها ده ها هزار دانشجو و فارغ التحصیل رو به شهادت رسوند. هزاران دانشجو را دستگیر کرد
و روانه زندان کرد. اما دانشگاه همچنان سنگر آزادی موند و در 18 تیر 78 مثل رعدی در آسمان بی‌ابر غرید. رعدی که ولی فقیه ارتجا و رئیس جمهور شیادش آخوند خاتمی رو به لرزه در آورد. دست ظلمت رو شده کوچه ها لبریز هست مشت دانشجو شده دفتر ورم ورم شده پرخون فلم بگو از درد وطن بگو از بغض شفق یاد کن از هرچی کشیده این وطن زیر حاکمیت پلید جانیا دور دوره سقوط دشخیمات شده دیگه وقت درس دادن ما. حالا که به این دوران رسیدیم برگ‌های تاریخ رو کمی سریع‌تر ورق می‌زنیم. 16 آذر سال 83 افشای چهره خاتمی در دانشگاه تهران و اعتراف به این که دشمن ملته. 6 آذر 1384 گوشمالی آخوند عمید زنجانی که به اصطلاح رئیس دانشگاه تهران بود و پرتاب عمامه‌اش. 3 خرداد 1385 تظاهرات دانشجوهای دانشگاه تهران علیه عمید زنجانی. 16 آذر 85 تظاهرات 4000 نفره و آتش زدن عکس‌های احمدی نژاد. 16 آذر 86 تظاهرات دانشجویان با شعار حکومت زور نمی‌خوایم، محمود مزدور نمی‌خوایم. مرگ بر دیکتاتور، حکومت فاشیستی نابود باید گردد. خرداد 88 تظاهرات در تمامی دانشگاه‌ها که گام مهمی در شکل‌گیری قیام سراسری مردم بود. 16 آذر 88 شکستن قفل 30 ساله ولایت سیاه بر دانشگاه، از جا کندن در و تظاهرات در خیابان. 16 آذر 89 اعتراض در سالن چمران با شعار ننگ ما ننگ ما دولت الدنگ ما. 16 آذر 90 تجمع دانشجویان و یادبود شهدای دانشجو. 16 آذر 92 تجمع در دانشگاه تهران علیه روحانی و تظاهرات سایر دانشگاه‌ها. 16 آذر 93 تجمع در دانشگاه تهران با شعار مرگ بر دیکتاتور و برهم زدن جلسات حکومتی. بله، این هم تصویری از 80 سال رویارویی با دیکتاتوری و استبداد. دانشگاه زنده است و همچنان سنگر آزادی. دانشجو بیداره و آماده برداشتن گام نهایی در امتداد ارتش آزادی بخش ملی ایرانه. تا دانشجوی دیگه، خدا نگهدار.